بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسئله نماز یکی از مسائل بسیار مهم و حساس هست. گفتیم که ارتباط انسان با خداست. در قرآن بر قضیه نماز که بهترین کانال ارتباطی انسان با الله هست بسیار تأکید شده و گفتیم همه ای انبیا نماز رو داشتن. پس بهترین کانال ارتباطی که خداوند به ما معرفی کرده که بتونیم با او در ارتباط باشیم نماز هست. اولا بحث امروز ما در مورد اینه که انسان برای به دست آوردن آنچه که میخواهد و همچنین دور کردن بدی ها در هنگام سختی ها و مشقت ها مصیبت ها به نماز رو بیاره. این دستوری است که قرآن داده. قرآن به ما دستور داده که به نماز رو بیاریم، صبر پیشه کنیم، به این دو فرمودن که استعانت کنید. وقتی قرآن به چیزی امر می کند، پس اولا قابل فهم هست و بعد قابل الاجرا هست. مرحله بعد این است که آنچه که قرآن دستور داده واجب الفهم هست، بایستی ما فهم کنیم، بفهمیم که خدا از ما چی می خواهد، چه راهی به ما نشون داده. مانند کسانی نباشیم که میشنوند اما نمیفهمند. پس هر آنچه که خداوند دستور داده به اضافه این که قابل فهم هست، واجب الفهم هست. باید بفهمیم که خداوند چی فرمودند. و مسئله دوم این است که همون گونه که قابل اجرا هست، واجب الاجرا هم هست، بایستی اجرا شود. دستورات خدا نیامده که حالا تو بخواهی انجام بدی بخواهی انجام ندی. وقتی گفتی من مسلمان هستم، ایمان دارم، حالا دستورات خدا واجب الاجرا هست، باید تنفیذ شود. همون گونه که قانون بایستی اجرا شود، قوه مجریه قانون را اجرا می کند. معناش چه معنایی داره پس؟ قانون گذاشته بشه و اجرا نشود معنایی نداره. اونی که میگی من مسلمان هستم، دستورات خدا باید اجرا کند، همون گونه که قانون یک کشور لازم الاجرا هست، بایستی اجرا شود. دستورات خدا هم باید اجرا شود. پس اولا گفتیم که قابل فهم هست آنچه که خدا فرموده و آنچه هم که دستور داده قابل اجرا کردن هست، یعنی در توان ما هست. گام دوم بعد از این میاد که حالا که قابل فهم هست، بایستی ما بفهمیم. وقتی قابلیت اجرا داره میتونیم انجام بدیم، حالا بایستی انجام بدیم. یعنی اینکه دستور خدا چیزی نیست که ما نتونیم انجام بدیم. در سوره مبارکه بقره آیه 45 میخونیم که خداوند به ما امر میکنه که استعانت کنیم به نماز. اولین آیه، آیه 45 هست از سوره مبارکه بقره، که در اونجا مؤمنان را امر می کنند. آیه 55 هست، من آیه رو بیارم، که در این آیه خداوند
داره به ما امر میکنه که بایستی نماز بخونیم، بایستی استعانت کنیم به نماز. دقت کنیم، استعانت بجوییم به نماز، استعانت جوستن، داره امر میکنه، فرض هست. آیه را با هم دیگه ببینیم. میفرمایند که واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. استعانت جویید با صبر و نماز، یعنی در مشکلات زندگی، در مصیبت هایی که به انسان میرسه، آنچه که در راه دین خدا به انسان میرسه، اون مصیبت هایی که در جان، در بدن، در آبرو و حیثیت انسان، برای رسیدن به اهدافی که داری، اهداف خوبی که داری، میگه بعد چه کار کنی؟ میگه از نماز و صبر کمک بجو. نماز بخون و صبر کن، هر دو با هم لازم هست. کسی صبر کند اهل نماز نباشد، آن نتیجه مطلوب رو نمیگیره. کسی که اهل نماز باشد، اهل صبر نباشد، بار دیگه اون نتیجه رو نمیگیره. پس بایستی برای رسیدن به هدف آنگونه که شایسته هست، هم صبر کنیم هم نماز، این دو رو باید پیشه کرد. اینها رو ابزار خودمون قرار بدیم برای رسیدن به اهداف، برای از بین بردن مصیبت ها، سختی ها. و بعد میفرمان که و انها لکبیره الا علی الخاشعین. این استعانت به صبر و نماز حقیقتا سخت هست، بزرگ هست، سنگین هست، مگر بر انسان هایی که خاشع هستند. این خاشعین بر این گمان هستند که ملاقات پروردگار می کنند و این و به سوی او بر می گردند. یعنی همین که انسان این گمان داشته باشه که با خداوند ملاقات می کنه کافی است، چه برسه اونی که دیگه یقین داره. خداوند در سوره متففین میفرماند که الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اینها مگه گمان نمیبرند که برانگیخته میشوند؟ همین گمان کردن، یعنی این گمانی که نه اون معنای که حالا ذکر میکنن در فرق بین ظن و شک و فلان، همین که انسان اینو داشته باشه، این در ذهنش باشد، اینو داره میدونه هست، چیزی هست، پس چرا من این کار رو انجام بدم؟ امید امکان داریم باشه، پس چرا این کار رو انجام میدم؟ پس همین که انسان میدونه مؤمن هست، استعانت به صبر، میگه که داره الان دستور به کسانی میده که به خدا ایمان دارن، به آخرت ایمان دارن، میگه که استعانت کنید، کمک بجویید به نماز و به صبر. این سفارش به و استعانت جستن به صبر و نماز سنگین هست، خیلی ها نمیتونن تحمل کنن، موقع سختی ها صبر نمی کنن، یا اهل نماز نیستن، نمیدونن در موقع سختی نمازش چی میخونه، چه بسا که از نماز هم دست میکشن، مصیبتی بهش میرسه نماز رو فراموش میکنه، نماز نمیخونه، از خدا غافل می شود، چه بسا که به خدا کفر ورزد. اما در این آیه دیدیم که خداوند ما را امر کردند به این که بایستی در موقع سختی ها، موقع برای رسیدن به اهداف مبارک و خوب، به این دو استعانت جوییم، صبر و نماز. در آیه، در همین سوره مبارکه بقره بار دیگه می خونیم که خداوند میفرماند که ای کسانی که ایمان آورده اید، آیه 153 هست، میفرماند که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آورده اید، استعانت جویید، کمک جویید به صبر و نماز، چرا که خداوند با صابرین هست، همانا خداوند با صبر کنندگان هست. پس برای رسیدن به رضای خدا هم بایستی از این دو استفاده کرد. خب حالا نگاه کنید، در این دو آیه خداوند مشخص نکردن که در چه موردی وقتی باشه ما از نماز
و از صبر کمک بجویم، اینها را ابزار خودمون برای رسیدن به الله. چون الان صحبت از داره شخص مؤمن داره صحبت میکنه، شخص مؤمن هم مشخص هست اهدافی که باید داشته باشه. دیدش نسبت به این جهان خیلی فرق میکند. مشخص نکردن در اینجا که شما برای فلان کار به نماز روی بیارید و صبر کنید، بلکه خداوند با مشخص نکردن آن به ما دارن میفهمونند که به ما بیان میکنند که تمام امور دینمون و دنیامون آخرتمون بایستی برای رسیدن به آن از نماز و صبر کمک بجوییم. هر دو باید باشد، صبر کردن. صبر هم تا گفتیم در برابر مصیبت هایی که به انسان میرسه، صبر بر طاعات، صبر از گناهان. خب همه اینها نیاز به یک اراده داره، قدرت داره انسان بتونه خودش کنترل کنه. چون صبر کنترل کردن هست حقیقت، خودتو کنترل داری میکنی در برابر مصیبت هایی که بهت میرسه، نفستو وادار میکنی، کنترل اونو وادارش میکنی کار انجام بده، وادارش میکنی که این مخالفت با دستور خدا رو انجام ندهد. پس صبر ما در همه امور زندگیمون لازم داریم، چه امور دینمون چه امور دنیویمون، همه صبر لازم داریم. بحث نماز هم که پیش به همین صورت، در همه امور زندگیمون ما بایستی برای دفع مصیبت‌ها، شرها، بلاها، دردهایی که به انسان میرسه، غم و غصه هایی که به انسان میرسد، همه اینها به کی؟ باید به نماز بایستیم. نماز هم کانال ارتباطی با خداست. در همین سوره مبارکه بقره بعد از این آیه میبینیم که خب صحبت میشه بعد از اون در مورد جهاد هست و کسانی که شهید میشن در راه خدا. خب یعنی کسی که میره برای دعوت دین خدا با دشمنان خدا میجنگد بایستی صبر و صلات و پیشه خودش کنه. و بعد هم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. آیاتو با هم دیگه ببینیم. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وبشر الصابرین. دقت کنید، اولئک علیهم صلوات من ربهم و اولئک هم المهتدون. در موقع این سختی ها میگه، وقتی ابتلاعاتی که میشید، مصیبت هایی که به شما میرسه، ترس هست، گرسنگی هست، کمبود میاد، نیروهاتون از دست میدید، خب میگه چی؟ اینجاست که انسان باید صبر کند. چون آیه قبل فرمودن که استعانت جویید به صبر و صلات، اینجا هم میفرمان که بشر الصابرین. این صابرین زمانی که مصیبتی بهشون میرسه چی میگن؟ انا لله، ما برای خدا هستیم، داریم برای خدا زندگی میکنیم، حرکتمون، دعوتمون، زندگیمون، هر گامی که برمیداریم، هر سکونی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی لله رب العالمین، همه چیزمون برای الله رب العالمین باید باشه و بازگشت ما هم به سوی اوست. دقت کنید اینجا که میگن انا لله، ما برای خدا هستیم. حالا بعد در موقع ترجمه فارسی میگن که ما از خدا هستیم و به سوی خدا برمیگردیم. نه، انا لله، ما برای خدا هستیم، یعنی در این دنیا اومدیم، اینجا زندگی میکنیم، بنده خدا هستیم. آن گونه که خدا بخواهد ما زندگی میکنیم، آن گونه که خدا بخواهد ما دستورات خدا را اجرا میکنیم، راضی میشیم به قضا و قدر خدا، به آن مصیبتی که به ما برسد، فقط او را میپرستیم. انا لله، ما برای خدا هستیم، ما خدایی هستیم، بنده خدا هستیم، بنده غیر خدا نیستیم. در موقع مصیبت ها خب خدا را فراموش نمی کنیم، از شدت غم و اندوه کلمات انسان بر زبان نمی آورد که باعث کفر باشد. موقع خوشی ها هم به همین صورت خدا را فراموش نمی کنیم، همه زندگیمون برای خداست و به سوی او هم باز می گردیم. پس اینجاست که استعانت به صبر و صلات هست، مصیبت هایی که به انسان میرسد. این اولین چیزی که در زندگی انسان ما همیشه باش مواجه هستیم، سختی هایی که به انسان میرسد.
این سختی برای همه هست. از دست دادن عزیزی، از دست دادن اموال، به خصوص در این دور زمونه، این روزها که ما با وضعیت ارز کشوریمون خیلی بحرانی است، وحشتناک هست، که هر ساعتی میبینیم که از ارزش ارز کشور، ارزش ارزمون کاسته میشه. اینجاست که در این مصیبت، این سختی هایی که به انسان میرسد، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اینجا باید انسان صابر باشد، صبر کند. مصیبتی رسیده چیکار میکنی الان؟ در برابر این مصیبتی که به تو رسیده آیا جزع فزع میکنی؟ ناراحت میشی؟ به سر خود میزنی؟ دردی دوا نمیکنه؟ اینجاست که صبر کردن، چون انسان وقتی صبر میکنه میتونه برنامه‌ریزی کند، مواظب باشد. اما وقتی که انسان در اوج ناراحتی است، کسی که ناراحت هست، کسی که در خشم و غضب هست، کسی که در هم و غم و اندوه هست، افسرده هست، نمیتونه تصمیم بگیرد، نمیتونه اقدامی کند، حرکتی کند، اینجاست که سفارش به نماز میاد. نماز چون اون هم و غم و از انسان دور میکنی، میری با الله سبحانه و تعالی ارتباط برقرار میکنی، سختی تو بر خدا میگی، این آرامشی که به انسان میدهد. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که سختی بهش میرسید، اذا حزبه امرون، مصیبتی، مشکلی پیش میومد، فزح الى الصلاه، فوری نماز میخوندن. این استعانت هست، این استعانت هست دیگه، کمک جستن به نماز. نماز و ابزاری قرار میدیم برای تقرب به الله سبحانه وتعالی، برای از بین بردن هم و غمها، اندوها، مصیبتهایی که به انسان میرسد. صبر، نماز. در این مصیبت هایی که انسان، پدر خودش، مادر، همسر، فرزند، دوستش رو از دست میده، برادرش، خواهرش، اقوامش رو از دست میده، چه کار کنه در اینجا؟ در این مصیبتی که به انسان میرسد، به خصوص اگه انسان غریب باشد، کسی باشه که دیگه کسی نداره و نظر خودش سرپرستی ندارد، این سفارش خدا را فراموش نکن. وقتی خدا فرمودن این کار را انجام بدید، یعنی اینکه این داروی دردهای ماست، این شفا دهنده است، از بین برنده مشکلات میشه. خود را تک و تنها نبینیم، بلکه الله با ما، بدونیم که الله با ما هست. درست است سرپرست را از دست دادیم، اما آیا الله را از دست دادیم؟ الله که هست. پس انسان وقتی میاد این رابطه شو با الله حفظ میکنه، با ذاتی که حی هست و قیوم، همیشه زنده هست، پایدار هست، جهان را داره اداره میکنه، چیزی از خدا غافل نیست، چیزی از خدا پنهان نمیمونه، خدا عاجز و ناتوان نیست، با او در ارتباط میشیم. این غصه ها، این اندوها، از بین، چرا خیلی ها در موقع مصیبت ها و مشکلاتی بهشون دست به خودکشی میزنند؟ چون ارتباطی با خدا ندارن، صبر نمی کنن، اهل خدا نیستن. خیلی ها به خصوص، حالا چون بحث خودکشی پیش ما، چرا خودکشی می کنن؟ چون با خدا ارتباطی نداره دیگه، غرق در شهوات میشه، از دین در میره، فقط برای اینکه آزاد باشد، بتونه هر کاری انجام بده. خیلی از کسانی که حالا مهاجرت میکنن، میرن، چه بسا فرار میکنن، شخصیت هایی، حتی چه شخصیت هایی بزرگی، نویسندگان، شاعران، این خواننده های مشهور، خودکشی میکنن. این فراغ روحی دارن، با خدا ارتباطی ندارن، سیر میشه انسان دیگه، چقدر در شهوات باشه، با جهان هستی در تضاد هست، با خالق جهان هستی ارتباطی نداره. تو کی میخواد این کارا رو انجام میده؟ سیر میشه، پر میشه، نمیدونه چه کار کنه، خودکشی میکنه. اما استعینوا بالصبر والصلاة، استعانت، اون که ایمان به الله دارد، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارد، خطاب متوجه همه ماست، هر کس که ایمان داره الان خداوند بهش امر میکند، استعینوا بالصبر والصلاة، استعانت جویید، کمک جویید،
به نماز و صبر. و خداوند هم مشخص نکردن در چه قضیه، یعنی اینکه در تمام امور زندگیمون چه آن چیزی که خواستارش هستیم میخوایم به دست بیاریم و چه شر و مصیبتی که به انسان میرسد. غیر از این دوتا نیست که دیگه، یا انسان میخواد خیری به خودش برسوند یا میخواد شری از خودش دور کند. مصیبتی که بهش وارد شده چگونه در برابر این مصیبت بیستد؟ استعینوا بالصبر والصلاة. دقت کنید دیگه تو رو حواله نمیده به این و اون، خداوند تو رو حواله میده به خودش. اولا اینکه صبر کن، میگه روی پای خودت بیست در این قضیه. این صبرم چون یه قضیه ایمانی است، بعد ایمانی داره در اینجا. برای چی صبر کنی؟ بخاطر ایمانت به الله هست. و بعد نماز، ارتباط تو با خدا دیگه ما رو حواله نمیده برو پیش فلانی از فلانی بخواه، نه صبر کن و از خدا بخواه. صلات، نماز بخون، نماز هم ارتباط با خداست. و جالب هست که این نماز چرا امر شده؟ چه کسانی میتونن واقعا از نماز کمک بجوین، ابزاری قرار بدن برای به دست آوردن و رسیدن به اهداف و یا برای از بین بردن مشکلات؟ چه نمازی است؟ خب خداوند در قرآن بار دیگه میفرمان که چه نمازی ارزش داره. میفرمان که اولا محافظت بر نماز هست. از صفات مؤمنان میاره که والذین هم علی صلواتهم یحافظون، بر نمازهاشون محافظت میکنند. محافظت در وقتش هست، محافظت بر رکنش هست، نمازهای فرض پنجگانه هست، سنت ها میخونن، نماز چاشت مثلا میخونه، نماز وتر میخونه، نماز شب بخونه، نمازهای قبلیه هست، بعدیه هست. آنچه که سنت های نماز هست در نمازش خشوع و خضوع داره، طمأنینه داره، حضور قلب دارد. به اضافه این محافظت میبینیم که والذین هم علی صلاتهم دائمون، مداومت بر نماز هست. نه اینکه یه فتره یه مدتی نماز بخونه و بعد رها کند، یا اینکه نه نماز بخوند یه بعده نماز رو ترک میکند، یه مدتی نماز میخوند یه مدتی نماز نمیخونه. در جمع با مردم باشه، اهل نماز هست، وقتی تنهاست مشکل نیست. نه، بر صلات محافظت، محافظت بر نماز و مداومت بر نماز. این دو وقتی باشد اینجاست که این نماز نجات دهنده انسان میشه. خب ما در قرآن میخونیم وقتی که خدا به حساب اذیت و آزار فرعون و فرعونیان بر موسی علیه السلام و هارون و بنی اسرائیل زیاد میشه، سفارشی که خداوند میکنه به موسی علیه السلام و به برادرشون هارون علیه السلام این هست که و اوحینا الی موسی، آیه رو با هم دیگه ببینیم، و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. دقت کنید در اوج سختگیری های فرعون، اذیت و آزاری که فرعون و فرعونیان نسبت به موسی و برادرش و بنی اسرائیل داشتند، امر می شود که نماز رو برپا دارید، خونه هاتون و مسجد هاتون قرار بدید، نمیتونید جمع بشید برای عبادتی،
بیوتکم قبله، خونهاتون رو قبله قرار بدید، خونهاتون رو مسجدتون قرار بدید، نماز رو برپا بدارید و بشر المؤمنین. زیباست. چرا در اینجا بعدش میگه که مؤمنان را بشارت ده؟ امر به نماز میکنه، نماز بخونید. ان تبوا آل قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. مسجدهایی داشته باشن، نتونید خونه هاتون قبله قرار بدید، نماز بر پای بدارید، یعنی که در خونه هاتون نماز بر پای بدارید. و بشر المؤمنین، نماز بخونید و مؤمنان را بشارت ده. عجیب هست اینجا بحث بشارت مؤمنان میاد بعد از این قضیه، بعد از این سفارشی که میشود، یعنی بعد از این اذیت و آزاری که بنی اسرائیل میبینن. چرا؟ دقت کنید آیات قبل ما ببینیم، میدونیم که چگونه هست. آیات ما هم دیگه ببینیم. فما آمن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. خب معلومه، واضح هست، میگه که از ترس فرعون و بزرگان قوم فرعون و بزرگان حتی قوم بنی اسرائیل که با فرعون بودند، گروه اندکی ایمان آوردند. ذریه من قومه، اونم از جوانا اونها بودند. بعد میفهمیم و ان فرعون لعالم فی الارض و انه لمن المسرفین. انسان سرکشی بود. بعد سفارشی که موسی علیه السلام به قومش میکنند در برابر این سختی ها و مصیبت ها و دعایی که میکنند، علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اینجا بعد از این دیگه این سفارش خداوند میاد. پس مشخص هست که اینها در هنگام این سختی ها و مصیبت ها خداوند الان بهشون دستور میده که اقیم الصلاة، نماز بخونید. ارتباط با خداوند اون سختی ها، اون مشقت ها، این تهدیدها را کم میکنه، ارتباطت با خدا قوی میشود. هر اندازه که ارتباط انسان با خدا قوی تر باشد، خب پایدارتر میشه، ثابت قدمتر میمونه. تا کسی که اهل نماز نیست یا کم نماز میخونه، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در ابتدای بعثتشون و تا مدت ها مثلا خدا بهش امر کرده بود، واجب کرده بود نماز شب بعد بخونه، و حتی بعد از اون همیشه نماز شبشون رو میخوندن. و چقدر آیات قرآن داره به پیامبر میگه که برای از بین رفتن سختی ها و اذیت و آزاری که از قوم خود میبینی، تسبیح خدا بگو، نماز بخون، چون این انسانو در ارتباط با خدا قرار میده، کارو برای خدا میکنی، الان در ارتباط با خدا میشی، خدا به تو آرامش میده، این بار سنگین را از دوشت بر میداره، اون اضطراب دلهوره را از بین میبرد. نماز پس موقع سختی ها حتی به امتحانش که میاردد. البته نباید ما با خدا من باب امتحان وارد بشیم، ولی بیایید این سختی که پیش میاد، مصیبت، همه ما سختی داریم، همه ما مشکلات، کسی هست مگه سختی و مشکلات نداشته باشه؟ کسی هست که بگه من برای رسیدن به اهدافم دیگه هم هر هدفی بخوام برسم، یا اینکه هیچ مصیبتی به من نمیرسد، یا اون مصیبتی که رسیده چگونه میتونه از خود دور کند، بموند در برابر این مصیبت ها؟ خیلی هستن شکست میخورن در برابر مصیبت ها و سختی هایی که بهشون میرسه. بعضی لبخند میزنن، راضی هستن به اون چیزی که از خدا بهشون میرسه، چون ایمانشون به خدا قوی هست، چون ایمانشون به خدا قوی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم دقت کنید در اوج سختی ها نماز میخوندن. حضرت علی رضی الله عنه فرمود در شب جنگ بدر، خب همه ما استراحت کردیم، خوابیدیم، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی الی الصبح، تا صبح یدعو حتی اصبح، زیر یک درختی بود، نماز میخوندن، دعا میکردن تا صبح شب جنگ بدر در غزوه احزاب به همین صورت.
وقتی که بحث خورشید گرفتگی پیش اومد، رسول الله صلی الله علیه و آله شتافتن به نماز، دستور دادن که نماز بخونید. پس الان در این زمان با این مصیبت ها، مشکلاتی که ما داریم، جامعه داره، مسلمان ها دارن، این صحنه های جنگ میبیند، صحنه های خون میبیند، آواره شدن انسان ها میبیند، نیاز هست که انسان برای آرامش روحش به خدا روی بیاورد، نماز بخواند، دعا کند برای خودش، برای مردم، برای مسلمان ها، برای انسان ها دعای خیر کند، دعا کند که خدا شر انسان های ظالم و از سر مظلومین به کنار کشد. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، از خدا پس بخواهیم، استغاثه کنیم از پروردگار، از خدا بخواهیم. اذ تستغیثون ربکم، از خدا بخواهیم در این لحظاتی که انسان لحظات سختی است براش، در مصیبت ها، در شدت ها، حتی انسان وقتی میخواد به هدفی برسد یه برنامه داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو تشویق کردن، امر کردن که نماز استخاره بخونیم، نماز بخونیم، نماز استخاره یعنی طلب خیر کنیم از خدا. جابر بن عبدالله رضی الله عنهما میفرمان که همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله به ما قرآن یاد میداد، سوره های قرآن یاد میداد، نماز استخاره به ما یاد میداد، تاکید میکردن، چون در ذهن مردم بحث فال گرفتن هست، تفاعل هست، یک پرنده میدیدن، انسانی میدیدن، چیزی میدیدن، میگفتن که این شر هست انجام نمیدادن، این خیر هست انجام میدادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم همه این قضایا را مرتبطش میکنه با ایمان به الله، ارتباط با الله، میگه نماز بخون، فال حافظ نگیر، سر قرآن رو باز نکن که بگی این خوب هست و بد هست، بلکه نماز بخون. در این نمازها دعا میکنی، از خدا تقاضای خیر میکنی. خب بعد از تماس انشاءالله بیشتر توضیح میدیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام، خسته نباشید آقای حسینی عزیز، وقتتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد موضوع برنامه، یک مسئله توحیدی معروف هست که میگن که 30 سال به مردم سلام میدادن و سلامشون بوی نفس میداد. قبل از اینکه فاز کشی نشده بود یه سری نفس پخش میکردن میفروختن با بالون و اینها. این گارشی میدید که هر وقتی که یکیش داره گاز کشی کرده به خونش دیگه سلامش عوض شده، میفهمید که سلام اینها بوی نفس میداد. ما همه کارمون بایستی برای خداوند متعال باشه و بزرگان اخلاق به این خیلی خیلی دقت داشتن. حتی اون سلامی که ما سلام میکنیم السلام علی الحسین، باید در نظر داشته باشیم که ما به یک بنده خدا سلام میکنیم، چون اون بنده خدا حتما سلام میکنم، اگر چه او هم جواب نده حتما خداوندی که میشنوه جواب به من رو خواهد داد با توجه به اون نیتی که دارم انشاءالله. خب سوالی ندارید دیگه؟ خدا حفظتون کنه. بارک الله فیک، خیلی ممنون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم حضرت استاد حسینی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم جناب استاد. خواهش می‌کنم بفرمایید. حضرت آقای حسینی، من دیروز در خصوص دختران حضرت شعیب فرمودید شعیب نبوده است، مسلم نیست که ایشون شعیب بوده است. در بیا خدمت شما عرض کردم و شما یه جوابی دادید به من. اینجا من یه مطالبی رو از این مسئله یه حضرت موسی و دختران شعیب اینجا به نتایجی رسیدم. اگر استرس رو از من شما چیز کنید، حس کنید، یعنی یکی دو دقیق وقت کنم بدید که بتونم بیان کنم، بفرمایید. اگه انشاءالله مثمر ثمر رو مفید باشد اجازه دارم؟ بفرمایید، بفرمایید. بله، نکاتی که در این قضیه اینجا برده شده است، خدای منان، اینجا اونچه که اول میشه برداشت کرد اینه که دختر هر که بودن در اوج ایمان بودن، یعنی حرکات و رفتار و سکناتشون در برخورد اولیه و چه در برخورد ثانویه جوری بودن که توجه حضرت موسی را
به توجه اینها به حفظ آداب شرعیه جلب کرده و حضرت موسی رو خوش آمده است از اینکه اینها رعایت میکردن و قرآن میفرماید که این وقتی که اومدن راه رفتنشون با حیا بوده است و اگر چنانچه شما بفرمایید اون حضرت شعیب نبوده است هر که بوده است وقتی این دو تا دختر این طرز حرکت و طرز برخورد حضرت موسی را دیدند و رفتند و خبر دادند و قبول مأمور شده برگردند یا حضرت را دعوت کنند بزرگزاده بوده است هر که بوده است که حضرت موسی برادرنگ دعوت را قبول کرده و رفته است چیزی که باز اینجا قابل توجه است این که این دختران هم خانم وقتی که دوتایی بودن در هنگام آب دادن به گوسفندان قرآن اینجا یه نکته ظریفی دارد که برای ضرورت خروج بانوان مؤمنه از خانه دو تا خانم وقتی که یه جای محیط امن نباشد در کنار همدیگه اینا بهتر میتونن از همدیگر محافظت کنن دو تا باشن بهتر سه تا باشن بهتر اما اگر نیازی نباشد برای خروج یک نفر کفایت میکنه فلزا وقتی که برگشت دختر اون دختر خانم والا دختر شعیب یا هر کسی تنها اومد طرف حضرت موسی دیگه دوتایی نیومدن و باز قرآن نکته ای را که متذکر شده طرز برخورد بیان بانوان با آقایان رو گفته که جوری صحبت کنید که توجه نامحرم رو به خود جلب نکنید اون که گفت که حضرت موسی علیه السلام دعوتش رو پذیرفت و رفت به سوی حضرت شعیب یا هر که دیگه هر کسی بوده است صحبتاش جوری بوده است که مثلا نگفت که شما به من خدمت کردی بر من حق پیدا کردی یه جوری بیان کردید است که پدرم شما را دعوت کرده است اصلا جوری نکرد نبود به صحبت که توجه حضرت موسی را به سوی خودش جلب کند نکته حائز اهمیت اوج این مذهب اینجاست که این خانم با این همه رعایت آداب شرعیه وقت همین هم دختر همسری موسی در اومد همین بعد حضرت موسی در مقابل وسیع حضرت موسی قد علم کرد و در مقابل حضرت یوشع علیه السلام ایشون ابراز وجود کرد و قرآن میفرماید که دختر آقا بودن و زن آقا بودن نزد ما ملاکی نیست آیا نکاتی را که برداشتم درست برداشت کردم یا نه که در سوره تحریم هم قرآن همین اشاره را دارد که میفرماید که ضرب الله مثلا للذین آمنوا کفروا امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله آیا تا اینجا را استاد من موافق هستی انشالله چشم چون تماس دیگه هم بود چند تا تماس اومد قطع شد من انشالله الان پاسختون رو میدم چشم ممنون خواهش میکنم بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام آقای حسینی خسته نباشید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته که در مورد نماز ارائه کردیم نکته که میخواستم عرض کنم این بود که صرف نماز خوندن بدون توجه به سایر اعمال به نظرم درست نیست میبینی طرف انواع اقسام ظلم ها رو میکنه بعد نمازش رو اول وقت میخونه همونطور که توی ممالک کشورهای اسلامی میبینیم بعد کشورهای منطقه اینطور موضوعات دیده میشه یعنی به نماز خیلی اهمیت میدن ولی باز هم خون مظلوم رو میریزن این نکته رو میخواستم به اشاره کنم اولا که بله سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم خسته نباشید و علیکم السلام و رحمت الله جناب سیدی در رابطه با بحث توسل درسته که بحثمون در مورد نمازه اما میدونید که یکی از ارکان نماز سلام نمازه اونجا ما خطاب به پیامبر میگیم السلام علیکم ایها النبی
یعنی پیغمبر رو خطاب قرار میدیم و این بدون اینکه پیغمبر بشنوه کار لغو و بیهوده‌ای خواهد بود. شما در رد توسط میگید متوسل نشید چون مردگان نمیشنوند، در حالت که قرآن هم میفرماید سیر الله و عمل لکم و رسوله، هم میتونن اعمال شما رو ببینن. همین که ما در نماز میگیم السلام علیکم، پیغمبر رو خطاب قرار میدیم، دل بر شنوایی پیغمبره. در رابطه با سماع موتان مستحضر ابن کثیر، ابن قیم، ابن تیمی ادعای تواتر کردن، میگه و سلفون مجمعون علا هازا وگر تواتر از الاثار، متواتر بیان کردن که سماع موتا رو پذیرفتن و میگن که مرده وقتی از دنیا میره میتونه بشنوه. حتی در مسند احمد هم روایاتی هست مبنی بر این که پیغمبر میتونه بشنوه، حتی سلام ما رو میتونه جواب بده. این روایت رو آلبانی هم تصدیق کرده. با توجه به مجموع مطالب که حالا فرصت نیست من همش رو بگم، یکی از مبانی وقت توسل شنیدن مرده است. تو جریان گلیب هم که پیغمبر مردگان رو خطاب قرار داد، همینطور خطابات متعددی که تو قرآن هست. خب خلاصش کنید چون بحث ما این نیست. میتونید خلاصش کنید؟ مرده میتونه بشنوه. میتونید خلاصش کنید چون بحث ما این نیست. منم به شما دو دقیقه بیشتر مهلت دادم. اون چیزی که می‌خواستید بگید. خلاصه مطلب این که چون بحثتون در رابطه با نماز بود، یکی از ارکان نماز همون سلام نماز است. سلام علیک. این دلیل بر شنوایی مرده است و با توجه به این مطلب که اهل سنت هم شنوایی مردگان رو قبول دارن، ولی ظاهرا وهابیت این مطلب رو قبول ندارن. در این رابطه اگه توضیح بفرمایید استفاده می‌کنم. ان شاء الله. ولی اینکه من تعجب میکنم دوستان، بحث نماز هست، استعانت به نماز هست، همیشه کسی یک فکر منحرف داره. من متاسفم باید این گونه بگم دیگه، نمیدونم بخواد به هر نحوی شده در هر بحثی که هست آن عمل غیر شرعی خودش رو اثبات کنه. بحث توسل با بحث استغاثه و این چیزای دیگه خیلی فرق میکنه. توسل با استغاثه دو تا مسئله کلن از هم جداست. استغاثه شرک هست، توسل نه. درش بحث بدعت بودن هست، حرام بودن هست، آیا حرام هست، حرام نیست. اما استغاثه بحث شرک هست. اینا رو همیشه با هم مخلوط میکنند، عمدن استغاثه رو به عنوان توسل معرفی میکنند. خب فقط من موضوعی که داشتم کاملش کنم، بعد میپردازیم به سوال بینندگانمون. نگاه کنید، وقتی که انسان نیازی داره، میخواد یک کاری کنه، یک پروژه‌ای داره، میخواد آقا حتی سفر بره، چیزی بخرد، بحث ازدواج هست، هر کاری مهمی، رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یاد دادن که در این قضایا بعد از اینکه انسان مشورت کرد، خوب قضیه را حلاجی کرد، مورد بررسی قرار داد، نماز بخوند. دو رکعت نماز من غیر فریضه، نماز فرض نیست، سنت هست، میخونه در هر وقت میخونین دو رکعت سنت. دقت کنید، دو رکعت میخواند، نماز میخواند. پس در اینجا ما در انجام دادن این کار دیگه از خدا میخواییم، نماز میخوانیم. دقت کنید، با خدا در ارتباط میشیم، از خدا میخواییم. بعد این نماز که خوندی دعا میکنی، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. همش مدح خداست، اثبات این که خدا تو میدونی، من نمیدونم، تو قدرت داری، من قدرتی ندارم، تو همه چیز به دست توست. بعد دعا میکنه که بار الله، اگه میدونی این کار برای دنیا و آخرتم خوب هست. میگه چی کاریه؟ خدایا میسرش کن، مقدرش کن، درش برکت بنداز. و اگر بار الله میدونی که این کار برای دنیا، دینم، آخرتم ضرر داره،
خدایا ما را از همدیگه دور کن، من راضی کن به آن خیری که تو در نظر داری. بس اینجا نماز خوندی، بعد دعا میکنی، از خدا میخوایی. یه برنامه داری، پروژه داری، کاری داری، بعد از فکر کردن، بعد از مشورت کردن، حالا کارتو میخوای انجام بدی، شروع کردی، نماز میخونی. خدایا نماز استخاره این نیست که شما رو بعد اول استخاره بخونید، بشینید تو خواب چیزی ببینید، یا اینکه بگید که عزممون جزم بشه، یکی بشه، فلان. نه، اینا هیچ کدام نیست. نماز میخونی، دعا میکنی، چون به کارتون ادامه میدید. خدا من این کار میخوام بکنم، خدا اگه خیر هست موفق میکن، من این برنامه رو دارم. اگه میدونی شر هستم، خودت هر جاش که میدونی ما رو این قضیه رو تمومش کن. این استخاره هست. بس دقت کن، نماز میخوانی، بعد دعا میکنی، از خدا میخواهی، برای اینکه انسان خیری برای خودش در نظر داره دیگه. خواستار یک خیری است. مگه نمیگه خدایا این میدونی کار برای من خیر هست، یا این کار برای من شر هست؟ پس در همه امور خدا به ما امر کرده که استعانت جوییم، به صبر و صلات، به صبر و به صلات. همچنین نگاه کنید، نبی الله شعیب علیه السلام اهل نماز بودن، مشهور بودن به نماز خوندنشون. قومش وقتی میخواستن با حضرت شعیب مناقشه کنن، گفتن که صلواتک و صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. ای شعیب، نمازات تو رو امر میکنه که آن چیزی که ما پدرامون میپرستیدیم ترک کنیم، یا هر طور که اموالمون میخواهیم درش دخل و تصرفی داشته باشیم. نمازت به تو اینو میگه؟ به نمازت غره رفتی؟ پس دقت کنید، نماز یک چیزی است که انسان مؤمن متمیز میکنه، انسان مؤمن متمیز میکند. چرا؟ الان میشه چون بنده خداست، در همه امورش با خداست. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. بزرگترین توشه انسان در مسیر زندگیش نماز هست، به خصوص دعوتگران، به خصوص علما، اونایی که مردم رو دعوت میدن، نیاز دائم دارن به اینکه اهل نماز باشن. نماز انسان رو پاک میکند از فحشا، از منکر، از دزدی، از قتل و غارت، از اختلاس، از تهمت زدن به مردم. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. آقا پیشانیش سیاه کرده، یه دستمالی هم میندازه دور گردنش، تسبیح هم دستشه، چه جنایتی که نمی‌کنه. نمازاش هم به وقت میخونه، سه وعده بیشتر نمیخونن تو مملکت خودمون. به قول اون برادرم میگه فقط نماز کافی نیست. بله واقعا هم فقط نماز کافی نیست. این همه دزدی و جنایت و غارت و اختلاس شد، ظلم هایی که میشود، چه ظلم هایی که نمیشه، کی این ظلم ها رو میکنه؟ همین هایی که ادعای نماز میکنن. خب این نماز نمازی نیست که اسلام میخواد. اونو از فحشا و منکر باز نداشته، از اختلاس، از دزدی، از قتل و غارت، از تعدی به حقوق مردم، از پایمال کردن حقوق زندانیان، از نماز. پس انسانو از فحشا و منکر باز این متمیزش میکنه. انسانی که اهل واقعا نماز حقیقی است، انسانو متمیز میکنه، برجستش میکنه. همونطور که قوم شعیب گفتن دیگه، متمیزش کرده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز شبشون میخوندن، پاهاشون ورم میکردن، میگفتن که
میخوام بنده شاکری باشم. یعنی حتی انسان برای شکرگزاری نعمتهای خدا باید بهترین قضیه نماز هست. وقتی اون مؤمن بهش میگفتن که یا رسول الله، خدا که به تو وعده داده تمام گناهانتو بخشیده، چرا اینقدر نماز میخونی؟ فرمودن که افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شاکری نباشم؟ پس بایستی برای حفظ نعمتهای خدا، شکر نعمتهای خدا، یکی از بهترین راههای شکر نعمت خدا نماز خوندن هست. این نیست ما فقط به زبان بگیم. خداوند فرمان که و قلیل من عبادی الشکور، گروه اندکی از بندگان من شکور هستند. به داوود علیه السلام چی امر کنند؟ اعملوا آل داوود شکرا، ای آل داوود شکر انجام بدید. بهترین عمل در شکرگزاری نماز هست. رسول الله فرمودند که افلا اکون عبدن شکورا، خداوند فرمودند که انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، این خیر زیاد و کثیری که به تو دادیم چگونه شکرشو به جای بیاری؟ فقط برای الله نماز بخون، فقط برای خدا قربانی کن، بس نماز بخوان، اونم فقط برای الله، فقط برای الله، بین که تو در ارتباط با خدا میشی، برای الله هست، نه به سوی قبر میخونید، نه برای فلان میخونید، فقط برای الله نماز بخون. فصلی لربک وانحر، این شکر نعمت هست. مریم علیه السلام خدا چی بهش امر میکنه؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، در برابر این که تو را برگزیده شکر این نعمت رو چگونه انجام بده؟ یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، نعمتی که داری میگه تو را برگزیده، چگونه شاکر این نعمت باش؟ نماز بگذار، چون در نماز خوندن اظهار بندگی است، ارتباط با خداست، دانستن همه چیز از خداست. زکریا علیه السلام وقتی که بهش بشارت میدن، کجا بهش بشارت میدن؟ فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. در محراب، در حال نماز بهش این بشارت داده میشود. پس انسان هم متمایزش میکنه و هم میگه بایستی شکر این نعمتهایی که خدا بهت داده با نماز، سختی ها، مصیبت ها، مشقت ها با نماز، میخوای خیری به دست بیاری با نماز، ارتباط با خدا، بهترین کانال ارتباط با خدا نماز هست، بالاتر از اون نیست، کانالی بهتر نیست. اگه بود خدا برای ما مشخص میکردن. و بهترین حرکات، حرکات نماز هست، زیباترین حرکات، حرکات که ما در نماز انجام میدیم. اگر از این زیباتر بود حتما خدا به پیامبرشون میگفتن که این گونه نماز بخون. هرچی ما بخوایم در مورد نماز، ارزش نماز صحبت کنیم، بحث مغفرت گناه میشه، برای اینکه گناهانت بخشیده بشه انسان نماز بخونه. اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. نمازو در دو طرف روز بخون و پاسی از شب، صبح، ظهر، عصر هست، مغرب هست، عشا هست. چرا؟ به خاطر اینکه حسنات یذهبن السیئات، حسنات گناهان رو از بین میبره، یعنی نماز انسان رو پاک میکنه، روحش رو پاک میکنه، جسدش رو پاک میکنه. چقدر مرتکب اشتباهات میشه انسان، نماز از بین برنده این اشتباهات هست، گناهان کوچک هست، البته گناهانی که در حق مردم هست باید ازشون حلالیت طلبید، ازشون پوزش خواست، حلال کردن خب ایچی، اما اون چیزی که انسان گناهان کوچکی دیگه انجام میده، یا در ارتباط با خدا بوده، خدا میبخشد،
چرا که ان الحسنات یذهبن السیئات. خب پاسخ بینندگان هم بدیم. اولا که کجای قرآن ما داریم که زن موسی با وصی موسی مخالفت کرد و اون استدلالی که شما به آیات کردید در مورد زن لوط هست و زن نوح علیه السلام و این که این اصلا اینا ایمان نداشتن، اینا مؤمن نبودن. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. کجا با وصی؟ اصلا بحث وصی موسی به این معنایی که شما میگید ما نداریم در قرآن بابا. این وصی ساختگی است. و اینم که شما گفتید مخالفت با زن موسی با وصی چیزی است که انسان خطرناک از قضیه است. افترا بستن بر خداست خیلی سنگین هست. در قرآن ندیم یک روایت های دروغین انسان ببافد بعد به یکی از بزرگان نسبت بدهد، به دین نسبت بدهد، خیلی سنگین هست. خیلی انسان باید دقت کند، بازخواست خواهد شد. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. روز قیامت کسانی که بر خدا دروغ میبندن لعنت میشن. اشهاد، گواهان در برابر همه مردم، اینها مورد لعنت قرار میگیرن. دقت کنیم آن چیزی که ما به خدا پیامبر نسبت میدیم. دو، این دوستمون بحث سمای موتا بردن. قرآن وقتی خیلی واضح و صریح فرموده که مردگان نمیشنوند، حالا بگو همه بیان اتفاق کنند، سخن خدا یا سخن فلان عالم، خودت آقا خودت فکر کن شما بنده کی هستید. من نمیدونم، بنده خدا هستید، تابع خدا هستید، خدا داره، الله سبحانه این داره میگه، میگه نمیشنوند. لا یسمعون دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. نمیشنوند بابا. صریح قرآن چقدر آیات گفته در مورد حضرت عیسی داره میگه. سوره احقاف شما بخونید، با من دعای مغافرون، بی خبر هستن، خبری ندارن، نمیدونن که شما چی میگید. و درودی هم که بر پیامبر فرستاده میگه پیامبر چی میفرمه؟ میگن که خداوند روح من را برمیگرداند و من جوابش میدم. یعنی که نمیشنود. اگر خداوند این روح را برنگرداند، یا اینکه حتی در اون روایت دیگه هست که این برای کسی است که سر قبر پیامبر هست، فرشتگان به او میرسانند، یعنی که پیامبر خبر نداره. اون چیزی که شما استدلال میکنید در مسند احمد هست یا فلان هست، فرشتگان درود و سلام ما که اینجا هست، من الان میگم اللهم صل و سلم علی نبینا محمد. حالا این حدیث در مورد صحت سقمش ما سندش کار نداریم، صحبت هست. از نظر معنا من الان درود فرستادم، گفتم اللهم صل و سلم علی نبینا محمد، رسول الله خبر ندارن. فرشته این درود سلام من را به پیامبر میرساند. دیگه اگه پیامبر با خبر بود میشنید که دیگه نیاز نبود که فرشته در این وسط باشه که سلام و درود بندگان خدا را به پیامبر برساند. یا اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنید حتی سر قبرشون، دیگه نیاز نفهم که روح را من را برمیگرداند. بار دیگه در حدیث در مورد صحت سندش هم حتی بحث هست. آنچه که مسلم هست اینه که آقا نمیشنوند، میت نمیشنوه، واضح هست. ما درود و سلام میفرستیم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، این گونه که بوده. آیا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کس که میگفت که السلام علی النبی پیامبر میشنید؟ اونایی که هم در مسجد بودن، در جای دیگه، در شهرهای دیگه پیامبر میشنید. این شنیدن چقدر انسان حضرت میکنه؟ این همه صداها نیست بابا. عقل چیز خیلی خوبی است، انسان متمیز کرده از باقی حیوانات و باقی مخلوقات عقل هست. از این عقل رو پاس بداریم، ارزش براش قائل بشیم. مردگان نمیشنوند و خبری هم ندارند از اون چیزی که میگذرد. عیسی علیه السلام خبری نداره، روز قیامت بازخواست میشه، ازش سوال میشه، میگه من خبری ندارم. و همچنین سلام بر حسین فرستادن. میخوای بگی ما میگیم حسین رضی الله عنه، دعا میکنیم براش، خدا از او راضی باد، خدایا او را اهل بهشت قبول، خدایا ما را با حسین در قیامت حشر کن، ما را با بزرگان دینمون، با اصحاب رسول الله، با رسول الله صلی الله علیه و سلم حشر کن. دعایی ما داریم میکنیم. اینجا هم شما وقتی سلام میدید برای چی سلام بر حسین؟ مگر اینکه این اعتقادی که دارید
یه اعتقادی دارید که حسین میشنود. خب این در دعاهاتون دیگه شما میبینید دیگه، وقتی که میرید برای زیارت میگید من گواهی میدم که تو میشنوی، میبینی، میدونی برای چی اومدم. یعنی خداست دیگه، تمام اون صفات خدا داره. خب وقت ما تموم شد، تا برنامه دیگه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.